آقای شیر علی کیانیان بیگدلی که توسط ایشون ارائه شده و برگرفته از وبلاگ و وبسایت شخصی ایشون است. تخصص پزشکی به کاریوپرکتیک است. او که فعالیت پزشکیش را در سال 2007 آغاز کرده تا کنون به درمان بیش از 30,000 بیمار پرداخته و چندین کلینیک در تورنتو و هومه آن راه اندازی کرده. فعالیت های گسترده فرهنگی اجتماعی وی از سال 2013 شروع شده و او در این مدت به حمایت از هنرمندان و نویسندگان ایل قشقایی تألیف و پژوهش در حوزه های مرتبط با فرهنگ و آداب و رسوم و سنت های ایل قشقایی پرداخته است. امروز در خدمتتون هستم با بیوگرافی خودم شیرعلی کیانیان که به استناد عملکرد چندین دهه تلاش عاشقانه خود را یکی از فعالان اجتماعی فرهنگی و حامی فرهنگ و زبان و ادبیات قشقایی می‌دانم. به این کنایه شاعر بزرگ ایران سعدی شیرین سخن اعتقاد دارم که به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. شرح حال هر فردی به ویژه اگر سرشار از فراز و فرودها، ناکامیها و کامیابیها باشد، برای هر مخاطبی خالی از حسن نیست و جذابیت خاص خود را دارد. گویا من در یک خانواده عشایری ایل قشقایی در مسیر کوچ ایل در کوهپایه رشتکوه کوهنار در حوالی شهر شیراز چشم به دنیا گشودم و با سختی و مشقات فراوان در ایلی کوچ رو رشد یافته و بزرگ شدم. من تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را در شهرهای نزدیک اقامتگاه زمستانی خانوادم یعنی شهرستان کازرون به اتمام رساندم. سپس خدمات سربازی اجباری را در اوج جنگ بین ایران و عراق طی کردم. با ذهنیات و رویاهایی که داشتم 34 سال پیش موفق شدم ایران را به امید زندگی بهتر و تحصیلات بالاتر ترک کنم و در سال 1990 وارد تورنتو کانادا شدم. تحصیلات خود را در رشته بایوکمستری در دانشگاه تورنتو به اتمام رساندم و در سال 2004 تحصیلات رشته دکترای کاریپراکتور را نیز در کشور آمریکا و در استان آیوا و شهر داونپورت به پایان بردم و به تورنتو بازگشتم تا در رشته کاریپراکتیک مشغول کار شدم. برای نخستین بار بعد از 16 سال دوری از وطن با هدف دیدار اعضای خانواده به کشورم برگشتم. با اینکه ایام نوجوانی را در کنار خانواده و در قالب زندگی عشیره‌ای طی کرده بودم و علاقه خاصی به این سبک زندگی داشتم، ولی دریافتم که زندگی کردن در ایران برای به هدف رسیدن و جان سالم بردن احتمالاً بسیار سخت خواهد بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم وطنم، پاره تنم ایران را برای کار و تحصیلات به صورت موقت ترک کنم. در اولین سفرم به ایران موفق شدم با همسر کنونیم ساناز شریفی که از یک خانواده اصیل و سرشناس قشقایی بود ازدواج کنم. حاصل این ازدواج دو دختر و یک پسر به نامهای یاشیل، الیانا و دوران کیانیان بگدلی که همه اکنون شادی بخش زندگی هم هستن مؤید این ادعاست. علاوه بر این یکی از عوامل اصلی که سبب شد عشق و علاقه من به صورت خاص به سمت فرهنگ قشقایی کشیده شود ابتدا وجود همسرم ساناز و بعدها دو دخترم یاشیل و الیانا بود که با پوشیدن لباس اصیل قشقایی و شرکت در جشنواره‌ها سبب شدن نماد بخشی از فرهنگ قشقایی به جهانیان شناسنده شود. علاوه بر این
سخن گفتن به زبان مادری یکی از شاخصه های مهم فرهنگی است که سبب می شود فرهنگ هر قومیتی و ملتی استمرار یابد و به وادی فراموشی سپرده نشود. خانواده من به زبان مادری همواره علاقه نشان داده و در این زمینه نیز اثر بخش بودن. چشمانداز و اهداف فرهنگ اجتماعی من. رفت آمدم به ایران سبب شد تا از طریق دوستان و فعال فرهنگی از طوایف هشت گانه ایل قشقایی با خانواده ها و شخصیت های علمی فرهنگی بسیار آشنایی پیدا کنم. تعداد این شخصیت های فرهنگی، هنری، علمی، اجتماعی به حدی بود که نام بردن فرد آنان در این مجال میسر نیست. همچنین آشنایی با هنرمندان، موسیقیدانان جوان و بانوان و آقایان با تجربه از جمله نوازندگان، خوانندگان، نویسندگان، فیلمسازان، شاعران و غیره نیز موجب گردید تا بیش از پیش به جوانب مختلف فرهنگ و هنر قشقایی عشق ببرزم و از این طیف حمایت کنم. از دیگر سو فعالیت‌های فرهنگی هم در زمینه‌های گوناگون از سال 2011 برای معرفی و پاس داشته فرهنگ غنی قشقایی آغاز شد. همانطور که در ابتدا نیز متذکر شدم دلیل اهمیت دادن و اهتمام من به آیین فرهنگ و هنر قشقایی به سرگذشت خانواده‌ام برمیگشت که در کوهپایه‌های گوناگون زاگرس طی سفرهای متعدد سرد، سیری و گرم سیری اتفاق افتاده بود. خوب به خاطر دارم حتی در سیاه چادر پدرم و سایر خانوارهای مجاور همیشه به روی مهمانان باز بود و هر مهمانی با آنها وارد می شد مورد احترام و پذیرایی قرار می گرفت. به هر حال مشاهده ابعاد مختلف فرهنگ غنی قشقایی و عشق علاقه که از ابتدا به صورت ژنتیک در خانواده ما وجود داشت و با بهانه های مختلف که در ادامه اشاره خواهم کرد منجر به فعالیت های قوی تر و جدی تر من شد که به نظر خودم تا کنون مثمر ثمر بوده است. یکی از مهمترین اهداف من مطرح کردن گستره و آوازه فرهنگ قشقایی در سطح ملی و بین المللی. در طول سده اخیر بسیاری از قشقایی‌های کوچنده ناگزیر شدند در شهرها و روستاها یک جا نشین شوند که این اتفاق زیانبار سبب شده تا زبان و ادبیات ترکی قشقایی در بین این جامعه کمرنگ گردد. به نظر من رسالت دلسوزان فرهنگ و حامیان حفظ زبان مادری در چنین شرایطی ایجاب می‌کند که نسبت به حفظ و احیای زبان غنی خیش بیش از پیش اهتمام ورزند و تلاش مضاعف نمایند. شروع فعالیت‌های فرهنگی در آمریکا و کانادا. در سال 2012 همزمان با رفت و آمدهای من به ایران دوست عزیزم جناب علیرضا جهانگیری از من درخواست کرد که برای حمایت و همکاری از یک برنامه فرهنگی قشقایی به آمریکا سفر کنیم. قره چادر برنامه فرهنگی مورد اشاره بود که با پیشنهاد ایشان توسط جناب اشکبوس طالبی برنامه ریزی شده بود. این نخستین استارت فعالیت فرهنگی من در خارج از کشور و مربوط به حوزه فرهنگ قشقایی می شد. من و دوست هنرمندم جناب علیرضا وقتی به منزل آقای طالبی رفتیم سنگ نوشته ای را در محوطه منزل آقای طالبی دیدم که بسیار جالب بود، زیرا روی آن نام روستایی در ایران به نام زنجیران حک شده بود. زنجیران محل زندگی و معلمی جناب اشکاووس طالبی، روستایی در حوالی فیروزآباد فارس است. فعالیت‌های اقتصادی من. از ایام کودکی با فروختن اقلام و مواد خوراکی ضروری در جلوی ایستگاه اتوبوس‌ها همچنین
در دوران جوانی با مسافرت به شهرهای ساحلی ایران و خرید فروش پوشاک و مواد خشکبار امرار معاش می کردم. بعدها و در طول چندین سال توسعه کارم سبب شد تا به عنوان یک شخص موفق در حوزه تجارت و اقتصاد موفق و آب دیده از آب درآییم و به عنوان یکی از موفق ترین بیزنسمن های قشقایی در خارج از ایران فعالیت کنم. شروع فعالیت ها در ایران. بعد از ازدواج برای اینکه بتوانم همسرم را به کانادا بیاورم به ایران سفرهای مکرر داشتم. به دنبال این سفرها استارت دید و بازدیدهای فرهنگی من در ایران از سال 2009 شروع شد. در دیداری که با بانو سکینه کیانی همسر استاد محمد بهمنبگی چهره ماندگار آموزش عشایر در جهان و ایران داشتم، به واسطه کتابهایی که استاد بهمنبگی که قبلا توسط بانو کیانی به من هدیه داده شده بود بیشتر با خدمات انسان دوستانه، دلسوزانه، اندیشمندانه این چهره ماندگار آشنا شدم و روز به روز علاقه و ارادتم به ایشان بیشتر شد. به هر حال بین سالهای 2009 تا 2011 به تقاضای من برنامه‌ها و نشست‌های فرهنگی و هنری بسیاری برگزار شد. در این نشست‌ها با افرادی چون محمد نادری دراشوری که پیگیر ساخت مقبره میرزا مأذون قشقایی بود آشنا شدم و جلساتی در این مورد برای حمایت از این حرکت فرهنگی برگزار شد. همچنین با بسیاری از هنرمندان موسیقی قشقایی که مهمان و صفابخش برنامه های ما بودن آشنا شدم. علاوه بر این با فعالان حوزه زمان ترکی قشقایی، بانوان قالیباف که دست بافتهایشان شهرت جهانی دارد و نویسندگان و شاعران خوشقریحه قشقایی نیز ارتباط دوستانه و ثمربخش برقرار شد. این نشست برخواست ها با فعالان قشقایی سبب شد تا من با افراد اثرگذار بسیار آشنا شوم و هم فعالیت های فرهنگی من به این جامعه بیشتر معرفی شود. در مدت زمانی که در ایران بودم هر رویداد قشقایی که در شهرهای قشقایی نشین رخ میداد مرا نیز دعوت میکردم و اگر درخواست حمایت و همکاری داشتند تا سر حد امکان بضاعت پاسخم مثبت بود و به کسی جواب رد نمیدادم. مهمترین فعالیت های فرهنگی من در ایران حمایت مالی و معنوی از نشریه السز سخن ایل، تنها نشریه چاپی قشقایی. در دیداری که با آقای دکتر منوچهر کیانی چهره ماندگار فرهنگ و تاریخ قشقایی داشتم و اولین فردی که من را با جزئیات فرهنگ قشقایی آشنا نمود تصمیم بر آن شد که از نشریه ارزشمند ایشان که تنها رسانه چاپی قشقایی در زمان خودش بود حمایت شود. این حمایت تا چاپ شماره آخر آن ادامه داشت. درخواست ساخت فیلم باد و باروت بهمن به یاد بهمن خان قشقایی هدیه‌ای به خانواده دانشخان و بهادی روی برادران از طریق جناب حسین زامنی فیلمساز خوشنام ایل قشقایی. بعد از دو ملاقات با خانواده محترم استاد محمد بهمنبگی و مطالعه کتاب‌های این شخصیت برجسته بران شدم تا به پاس خدمات سواد آموزی وی به شاعر ایران که آوازه جهانی پیدا کرده بود و توسط یونسکو دینز جایزه ارزشمند پیکار با بیسوادی به وی اهدا شده بود با اهداء هدیه‌ای در خور و نفیس از ایشان یادی کنم و از خانواده این استاد والا مقام تقدیر و تشکر نمایم. برنامه را با کمک دوستان در باغ هم واقع در ورودی شهر صدرا برنامه‌ریزی کردیم و هنرمندان، فعالان فرهنگی، نویسندگان، شاعران شاخص را که می‌شناختیم دعوت کردیم و در حضور پسر استاد بهمن بهمنبگی این هدیه را به همسر استاد بانو سکینه کیانی تقدیم نمودم. راه اندازی خانه فرهنگ قشقایی یکی از برنامه‌هایی که من بر آن تلاش و حمایت بسیار کردم خانه فرهنگ قشقایی بود که متاسفانه در نهایت عملی نشد و
اختلافات و سنگ اندازی هایی که وجود داشت برنامه رو به سرانجام نرسید. حمایت از چاپ فروش 1000 جلد کتاب متعلق به استاد اسدالله مردانی رحیمی، لغت نام نویس و پژوهشگر قشقایی. حمایت از نشر کتاب سال نشینان قرقاج با تدوین و پژوهشگری دکتر محسن رجای پنا. این کتاب به منزله هدیه دیگر از من به خانواده استاد محمد بهمنبگی است. در این کتاب بسیاری از شاگردان استاد محمد بهمنبگی که همکنون از چهره های موفق و شناخته شده به شمار می روند و بیان خاطرات خود پرداختند که این خاطرات عکس یا سندی درخشان از توفیقات آنان است. جمع‌آوری اطلاعات و همکاری در نوشتن تاریخ بگدیلی های قشقایی با همکاری جناب منصور نصیری طیبی. جمع‌آوری این کتاب برای شناسایی بیشتر چهره های سرشناس دلیل مردان تاریخی بگدیلی ها چه در گذشته و چه در حال صورت گرفت. با توجه به سوابق طولانی زندگی شخصیم در یک خانواده سرشناس لور وگدلی، اولاد سیاه مرد بزرگ، هدیه است به تیره وگدلی ها که تشکیل شده از 3 بخش مجزا که در بین 2 طایفه قشقایی مستقر هستند، یعنی 2 تیره لور وگدلی و ترک وگدلی از مجموعه تیره های طایفه کشکولی بزرگ و بونکو وگدلی در تیره علمدالو طایفه شش بلوکی. همکاری در ترجمه و چاپ کتاب پایان نامه هوشم خان بهادری با حمایت جناب دکتر میلاد یزدان‌پناه. این کتاب با موضوع ایلات شاعر و به زبان انگلیسی است که با کسب اجازه از همسر ایشان و با همکاری دکتر میلاد یزدان‌پناه چاپ شده است. حمایت از ساخت مقبره و سازی و روی آرامگاه یوسف علی بگ قراغانلو قشقایی، از ساخت مقبره این شاعر نامدار قشقایی که نیز که توسط حسن طیبی پیگیری و انجام میشد حمایت کردم. ایده ها و برنامه های فرهنگی مد نظر برای آینده. تشکیل مدارس و کالج های خصوصی برای آموزش زبان و هنر قشقایی در ایران. متاسفانه در بین قشقایی ها با توجه به تفاوت هایی که در نگارش و بیان کلامات در بین طوایف مختلف وجود دارد، هنوز نتوانسته ایم به یک روش فراگیر در آموزش زبان ترکی قشقایی برسیم. امیدوارم با اجرای شدن این برنامه بتوانیم به یک وحدت کلی در آموزش زبان ترکی قشقایی برسیم. تدوین کتابی در ارتباط با ورزش و تأثیر آن برای سلامتی مناسب برای جامعه قشقایی. در این کتاب می‌خواهم روی سلامت افراد جامعه کار کنم و در اختیار قشقایی های محترم قرار دهم که امیدوارم با رعایت آنها کمتر از دارو و درمان و جراحی های پرهزینه استفاده شود. این ورزش ها برای درمان بیماری های چون رسوب زدگی، آرتروز، دیسک کمر، گرفتگی ماهیچه، سردرد مزمن، میگرون و غیره تاثیرگذار خواهد بود. این کتاب به 2 زبان فارسی و انگلیسی و شاید به زبان ترکی قشقایی در آینده آماده خواهد شد. حمایت از فعالیت‌های سیاسی قشقایی‌ها با چشم‌انداز فرهنگی. در سالهای 2011 و 2012 بود که با درخواست پیگیری آقای نادر نامداری قرقانی در تهران جلساتی با حضور قشقایی های مقیم تهران برای حمایت از کاندیداهای قشقایی برگزار کردیم. در برپایی مکان این جلسات و حضور چهره های برجسته فرهنگی، اجتماعی، سیاسی قشقایی نقش مادی و معنوی فعال داشتم که منجر به حمایت های بسیار خوب گردید. افزون بر این، به واسطه این جلسات با تعداد دیگری از کنشگران قشقایی در تهران آشنا شدم، از جمله علی اکبری و همچنین هنرمندان چون استاد طیبی پور و دیگر دوستان.
خلاصه در تمام این برنامه ها و جلسات و همایش ها یک هدف را دنبال می کردم و آن حمایت و همکاری از پاسداشت فرهنگ قشقایی بود که تا کنون از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکردم و این هدف همچنان دنبال می شود و خواهد شد. ادامه فعالیت های فرهنگی در کانادا. در سال 2014 بود که شخصا تصمیم به برگزاری رویداد جشنواره قلعه‌چادر در کانادا گرفتم و در سال اوایل سال 2014 بود که با یک تخت چادر سیاه و متعلقاتش که از ایران به کانادا انتقال داده بودیم با همکاری دوستان چون علیزا جهانگیری و تمام دوستان قشقایی از تورنتو تا اتاوا این رویداد فرهنگی را استارت زدیم. خوشبختانه جشنواره با استقبال خیلی خوب قشقایی های مقیم کانادا روبرو شد و افراد بسیاری را از اتاوا و مونتریال و شهرهای اطراف دور هم جمع کردیم و رقص های آیینی چون چوب بازی رقص حلهی برگزار کردیم که بسیار مورد توجه میهمانان و بازدید کنندگان قرار گرفت. البته بار زیادی از زحمات فرهنگی در برگزاری رویدادهای قلعه‌چادر به دوش جناب علیرضا جهانگیری و سایر دوستان قشقایی حاضر در صحنه بود و ما هم در تدارکات و دعوت و تشویق مردم برای حضور کمک می‌کردیم. جمع‌بندی. همانطور که در ابتدا اشاره شد، اعتقاد و شعار من این بود و هست که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. در تمامی سالها کوشیدم هر چیزی را که به صورت وعده یا ادعا بیان کردم و یا قولی حتمی دادم جامعه عمل بپوشانم، اگرچه تا حد بسیار زیاد این فعالیت ها و حمایت ها مورد تایید فعالان و جامعه قشقایی قرار گرفته، ولی در مجموع اگر بخواهم نظر خودم را صادقانه بیان نمایم، بسیار خوشحالم که تلاشم را برای معرفی و مطرح شدن فرهنگ قشقایی در حد توان و بضاعتم به کار بستم و از هیچ فرصتی برای انجام کار مفید برای جامعه قشقایی دریغ نکردم. قطعا در آینده با تجربیات کسب شده سعی خواهم کرد هدفمندتر و با کیفیت بهتر و با برنامه‌های بروزتر این رسالت را با همکاری سایر فعالان و علاقه‌مندان به چنون مقولات متنوع ادامه دهم. در آخر تشکر ویژه دارم از برنامه فارسی یا Persian Awards که این فرصت را به من دادن که این سخنرانی را داشته اجرا کنم. ممنون و سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به سخنان من گوش دادید.